هرچند در حال حاضر در بیشتر از ولایت‌های کشور از جمله هلمند و دیگر ولایت‌های همجوار آن با چالش‌های امنیتی مواجه است، اینک اما مقام‌های نظامی در قندوز از تأمین امنیت در این ولایت اطمینان می‌دهند. بعضی عناصر ضد دولتی گویا تبلیغ می‌کنند که ولسوالی امام صاحب، قلعه‌زال و ولسوالی دشت ارچی سقوط می‌کند. ما به مردم اطمینان می‌دهم که انشاءالله هیچ مشکلی وجود نداره. فرزندان شما قاطعانه از مناطق که تحت مسایه مسئولیتشان است دفاع میکنند، هیچ مشکلی وجود نداره. با گفته مقام های نظامی، هرچند مخالفین مسلح دولت همواره تلاش کردند که در بخش از قندوز تسلط بیابند، اما نیروهای امنیتی توانستند که با راه اندازی عملیات های تصفیوی ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی و قلعه‌زال را از وجود هراس افکنان پاکسازی نمایند. فعلا در ولسوالی قلعه‌زال منصوبین نیروهای امنیتی ما جا با جا می باشند و فعلا کدام در اونجا کدام مشکل خاص وجود نداره و همچنان در ولسوالی دشت ارچی ما کدام مشکل نداریم. منصوبین ما بسیار با مورال عالی از مناطقی که مسائل مسئولیتشان می باشه دفاع میکنند. اما چه دلیل بیشتر باعث توانایی نیروهای امنیتی در مبارزه با هراس افکنی در قندوز گردیده است؟ عملات هوایی توسط طیارات H-29 اردوی ملی افغانستان و همچنان هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان بالای دشمن ضربات وارد می نماید و همچنان این عملیات ما الا نابودی دشمنان مردم افغانستان دوامدار. این در حال است که ناامنی های پسین در بخش های از کشور نگرانی های سخت شهروندان را برانگیخته و از خسارات مالی و جانی که برای افراد ملکی به بار می آورد شکایت دارند. حالا دیده شود که حکومت در این راستا با چه راهکار مشکلاتی که دامنگیر مردم است را مرفوع خواهد ساخت.